وزرعنا المجد بالاوطان. هوای دلنشین پاییزی در نخلستان های آبادان این روزها حسابی به دل میشینه. تصمیم گرفتیم به یکی از 13 هزار هکتار نخلستان بارور دیارمون یه سفر کوتاه داشته باشیم. بچه‌هامون مشغول کارن. آخر فصل برداشت خرما رسیده و کشاورزهای آبادانی دارن 65 هزار تن محصولی رو که از نخلستان هاشون برداشت کردن روونه بازار میکنن. محصول قند و شکره عسله. خرمای آبادان 12 رقم اصلی داره، مثل استعمران، برهی، زاهدی و گونه های دیگه. مدیر جهاد کشاورزی آبادان میگه مشتری ها واسه رقم استعمرانش از همه جای دنیا صف میکشن. به کشورهای مختلف هم به هر حال صادر میشه، از روسیه گرفته کشورهای اقیانوسیه، استرالیا، کانادا و کشورهایی که به هر حال متقاضی هستن، حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس. تو چند سالته؟ من تقریبا 80 سالمه. کار در نخلستان های آبادان خانوادگی انجام میشه، هم پدر بزرگ هست. اولا آرامش داریم، امنیت هم داریم و اتفاقا داریم اینجا فعالیت میکنیم تو زمینمون و زمین همه آباد شده. هم دانشجو، فقط دعا کنم که مشهود نشیم. هم دانش آموز، دوست دارم با اموام دایی هم کمک کنم. درست هم میخونی حتما؟ درست ها رو هم میخونم. آخرین صندوق های خرما هم آماده عرضه به بازار میشد که بساط چای و قهوه مهیا شد. چایی بعد از کار میچسبه. کم کم یه قسمت از نخلستان شکل پذیرایی از مهمون به خودش گرفت. یه جشن داریم آماده میشیم. متوجه شدیم که کشاورزها واسه برداشت خوب محصول جشن برداشت برگزار میکنن. و البته دعای شد به درگاه الهی. کارگاه‌های بسته‌بندی و سایر مشتری‌ها در بازار 24 هزار تن محصول کشاورزان رو خریداری کردن و باقی محصول هم صادر میشه، یعنی 5% افزایش تولید و فروش به نسبت سال پیش. با اقداماتی که مسئولان در این زمینه انجام دادن، مثل تسطیح اراضی، زهکشی و آبرسانی به زمین‌های کشاورزی، پیش‌بینی میشه سال آینده رشد چشمگیری در برداشت محصول